با عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما دوستان و هموطنان عزیز و گلم، 13 فوریه 2024، 24 بهمن ماه 1402. اتاق آقای گرامیان دیشب برگزار شد در کلاب هاوس و عنوان اتاقش بود صندوق انتخابات واقعی یا کیک. در این اتاق آقای مسعود بهنود اومدن و طبق معمول شروع کردن به خاطرات زمان انقلاب و جالب بود، ایشون مثل همیشه که از اصلاح طلبان دفاع می کردن، این بار اومدن و داشتن سفیدشویی می کردن از خمینی. حتی ایشون هنوز خمینی رو می خواد اسمشو بیاره، میگه امام. و یه سری صحبت هایی که کردن فکر می کنم جالب باشه براتون. و آقای مسعود بهنود جدیدن هم وقتی میاد توی کلاب ها صحبت میکنه، همیشه انگار وسط اتوبان ایستاده و سر و صدای اطرافش خیلی زیاده که متاسفانه خیلی ها نمیتونن این صداها و گفته های ایشون رو ضبط بکنن به خاطر اینکه کیفیت صدا بالا نیست. اما با تمام این مشکلاتی که بود، این بار من صدای ایشون رو ضبط کردم. اگر کیفیت صدا بعضی جاها پایین هستش و صدای ماشین میاد از اطراف، دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. بعضی از صحبت های این افراد به نظر من باید برای ثبت در تاریخ ثبت بشه. یه موقعی اگر زنده هم باشن، دیگه یه روزی نزنن زیر حرفاشون و در اون روز آزادی ایران تکلیف ماها با خیلی از این آقایون باید مشخص بشه. دوستانی که در ایران هستن، لطفا با لایک زدن و گذاشتن کامنت به رشد و دیده شدن ویدیوها میتونن کمک بکنن. دوستانی هم که در خارج هستن، در صورت تمایلشون میتونن از طریق گزینه تنکس و یا جوین کانال رو حمایت مالی بکنن. زنده باد ایران، ایرانی با شرف. لعنت به هر چی موضوع و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری کثیف اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا بکنه. ایرانی با شرف مثل شما عزیز من، لیاقتت خیلی خیلی بیشتر از این آخونده بیشرف بیناموسه. قربونتون برم، دم همتون گرم. بله، بنده آمادگی دارم. شما بفرمایید که آیا صداهایی که دور و برم هست مزاحم شما نیست، یا بفرمایید که صدا به اندازه کافی قربان از اون هست. تکنیک قدیمی برای حذف صداهای اطراف اگر استفاده کنیم دفعه پیش خیلی عالی. چشم، سعی میکنم که اون کار رو هم انجام بدم. شما راهنمایی بفرمایید، هر جا که دیدین که عرض بنده چیز شد، شما حق دارید که قطع کنید. عرض کنم که این که میبینید که در اتاقی با هم دیگه هم صحبت هستیم، تو یک سالی که گذشته است، در یک سال بله دیگه ما هر جا که آقای گرامیان بوده ایشون تقریب کردیم، خوب که دقت بکنید در سال اوائلی که ایشون یه همچین محبتی رو کردند و به حال یک اتاقی رو دایر کردند، اینو یه ذره به خاطر بیارین. کاش داشتیم آرشیو رو تا برسیدیم امروز. خب افرادم که کسی گماشته نشده که، یعنی کسی رو که داوطلب نگرفتیم، استخدام نکردیم برای اینکه بیان بغل من شما نشسته باشیم، که نه، در باز بوده، همه موافق مخالف اینها اومدن، گاهی اوقات هم جیغداد شده، گاهی اوقات نشده، اینطوری بوده دیگه. برای میتونیم ازش به عنوان الگوی آزادی اندیشه صحبت کنیم، به نظرم میتونیم. اگر کسی بخواد از روی این قاعده پیدا کنه، به نظرم میتونه. شما اگه خوب دقت کرده باشی، نه فرمایشات آقای گرامیان، نه عرایز بنده، نه بیشتر کسانی که الان هستند از مخالف و موافق، هیچ وقت به این تیزی و به این دلسوختگی نبوده. اگر که دقت کرده باشین، در همه اون مدت که همه اون بودیم ما، یعنی چیزی خاصی نبوده، بنده بودم، داشتیم راجع به چیزهای روزمره حرف می زدیم. الان همچنان که ملاحظه می کنید، موضوع حساس‌تر شده. من در جمع استادانی که هستم، برای خلاصه کردن ماجرا عرض می‌کنم که شرایطمون
خیلی نزدیک است به شرایط 1356. بیشتر کسایی که در اتاق حضور دارند در اون زمان نبودند و حق دارند که اکثرشون کسانی باشند که اومدند در اون شرایط و اتفاقا هم فکر ما نبودند چه خوب، و خیلی طرفدار پادشاه نبودند چه خوب، و بنابراین با صدق اومدند، یه علامتی را هم به عنوان رهبر پذیرفتند و تا زنده بود با او همراهی کردند. بعضی ها سخت شد، بعضی ها کشته زیاد شد، ولی همه اینها به هر حال یک 9-10 ساله مطلوبی نه برای همه مردم ایران بلکه برای اکثریت مردم ایران به جا بود، همون چیزی که الان تو حرفامون آرزو میکنیم. ایشون اولا، مقصودم امام هست، هیچ وقت علاقه‌ای به خود حکومتداری نشون ندادن، بلکه از اولی که اومد و وقتی که رفتش نرسیده رفت به قم و در قم موند و در گفتگوی با 4 نفر علمای زمان بسنده کرد بود تا موقعی که حالا حرفای دیگه هم زده میشد. در اون روزا ما خب چون حرفمون فضولی هست کم و بیش تو صحنه بودیم، پشت صحنه بودیم، ببخشید تو صحنه نبودیم، در اون اوجا میدیدیم که چه اتفاقی میافتاد، یعنی روز به روز رجوع به ایشون زیاد میشد و ایشون هم با حکمت میفهموندن به بقیه که خودتون باید اداره کنید کشور، مگر یه موقعی که حاد میشد. موقعی که حاد میشد ایشون وقت با سرعت درجه بالا میومد، چنان که وقتی که از قم راه افتاد که یعنی آقای مهندس بازرگان رفت و دعوت کرد از ایشون که بیاد تهران و به زبان خودش که زبان یه ذره طبع خود شیرین گفتن هم داشت آقای مهندس، گفتش که من 3 بار 9 بار غلط کردم، باید تشریف بیارید، من یه فولکسی هستم و ظاهراً شرایط یه اسمی هم برد از یه اتوبوس سنگینی، گفتش که اون اتوبوس سنگین من نیستم. در حقیقت دعوت کرد از ایشون که بیایید و نظم رو برقرار کنه، در این کار موندیم. ایشون در آخرین سخنرانی که کرد اتفاقا خطاب مستقیم به ماها بود، بنابراین ما هم مثل بچه آدم نشستیم پای تلویزیون و گوش میدادیم و چند نفری که بودیم با هم حرف میزدیم راجع به اینکه آیا اینطور میشه یا نمیشه. ایشون گفتن که تنبلید، بی عرضه اید، حالا نگفتن کی، البته مخصوص چون من سوزگان قطعا نبود، گفتن که نمیتونید کاری نکنید، کی بیام تهران و بکنم آنچه رو که باید انجام بدم، چوبه های دار برپا کنم، قلماتون رو بشکنم. ما جمعی که در پای منبر ایشون نشسته بودیم 2 گروه بودیم، یه گروه احیانا هم فکر بیشتر با من بودن، همه هم فکر بودیم البته، ولی به شناخت روز که اینطوری بگفتن، یک دو مونم گفتیم آقا بلشین بریم دیگه، باید رفت، که اتفاقا رفتند. ما اینقدر هم نرفتیم توی فوس که بگیم که بله چوبه های دار به پا میشه و فلان اینا، و 2-3 نفری هم بودیم که گفتیم حالا میمونیم یه ذره آرومتر میریم ببینیم ایشون چی میگن. مقصودم این که با این نوتیسی که ایشون دادند در حقیقت ماها به خودمون گرفتیم، ولی همون شبش در تبریز یک سری اتفاقاتی افتاد که همه ما رو نگران کرد، هممونو، چون فکر کردیم که اوه این بعد چجوری میشه. این در حالی بود که در مرزها هم کم و بیش ایلات طوایف
به مسائل مختلفی بودن، بعضی جاها هم مرض به اون معنی نبود مثل تو کانسر رو، ولی اونجا هم بود. تقریبا میشه گفتش که دور حلقه این گربه شلوغ شده بود، اسلحه زیاد شده بود و اگر یه موقعی فرصت شد برای نسل امروز باید توضیح بدم که، یا کسایی که بودن خوب توضیح بدند که اصلا یه چیزای عصر شده بود. یعنی آدما ماشینشون رو مثلا اگر ماشین یه ذره جدی بود، بنز بود یا هرچی بودش، تو خیابون دست میدادن، بعد باهاشون صحبت میکردی میگفتن که دستگاه اومده گرفته چه و سراسیمه بودن، نمیدونستن چیکار کنن، که یکی از اونا محمد نصیری کوچولوی قدرت آفرین ایران بود که اگر یادتون بشه خمینی هم بهش گفتن که تو که انقدر مدال بردی چرا انقدر کوچولویی، ماشین او رو هم بردن. بعد از مدتی همه کسانی که ماشینشون برده شده بود و هم دیگه متوسط شدن از آشنا غریبه، بعضی رفتن گمرک، از گمرک پرسیدن که آقا ما کجا باید بریم. یواش یواش باز شد. خیلی صریح به شما بگم، گفتن که آقا اگه میخوای واقعا ماشینتو دریافت کنی یا یه نفر بفرست یا خودتو بفرست به فلان نقطه. اون نقطه کجا بود؟ مرز. و بنابراین اون جایی بودش که یه توهمات جداسازی جدی شده بود. من شاهد بودم که خیلی از کسایی که اینطوری بود میگفتن که خب دیگه رفت و دیگه هیچ اسمی نداره. بعضی هم وارد معامله شدن، رفتن ماشینش گرفتن اومدن. ببینید به این ترتیب دارم میگم که تا زمانی که انتخابات برگزار شد، که یکی از سالم‌ترین انتخاباتی بود که بود، چه همه پرسی، چه انتخابات بعدی که برای ریاست جمهوری درست شد، دو بار آقای خامنه‌ای دخالت کرد. یکی اونجایی بودش که از اطراف و اکناف خبر رسید که ملت به جوش آمده، اکثریتشون به آقای خلخالی رأی میدن. اگر کسایی که جوانن و احیانا در عرضی که بنده میکنم به اصطلاح این قلتی دارند، میتونن به بعضی از نوشته های اون زمان و بعضی از کتابایی که بوده است و اینا رجوع کنند. آقای خلخالی آنچنان محبوبیتی پیدا کرد که صبح به صبح یه گروهی راه میافتادن میرفتن دم منزل ایشون و یه خواستایی رو مطرح کردن. مثلا فرض کنید یه عده اومدن گفتن که اتوبوسامونو به ما بدین، همراهشون راه افتادن رفتن و 3-4 تا مؤسسه اصلی اتوبوسرانی در کشور رو آقای خلخالی در جا مصادره کرد و داد به این بزرگواران. و خواهش میکنم که فرصت کردین دنبال کنید این عرض بنده رو و ببینید بر سر اون اتوبوسا و اون چیزی که گفته شد چی اومد، یعنی چی کار کردن با هم و بالاخره اون اتوبوس چی شد. نه خب اینا فراموش شده بود. وقتی که این رسید به جای بالا 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 بالا، آقای خمینی بالاخره بدون اینکه کسی تا اونجا که من میدونم به ایشون متوسل شده باشه، اعلام کرد روحانیت نمیخواد رئیس جمهور شه. همین فقط. ایشون هیچ امری رو هم قانونی نمیکرد، میگفت منتظر مجلس باشه. بنابراین آقای خلخالی رو کشتن از صحنه بیرون، یعنی مجبور شد بیاد بیرون، نمیتونست کاری دیگه بکنه. اومد بیرون و به اندک مدتی بعد ایشون رفت و طرفدار و مبلغ آقای بنی صدر شد. آقای بنی صدر هم طبقه خیلی سعی کرد یه جوری بگه که آقا نه ما خیلی هم همفکر نیستیم و اینا، ولی خب بعض جاهاش هم دلچسب بود، خاطر اینکه جمعیتی میومدن برای خلخالی و فضای عمومی کشور اینجوری بود. تعداد کسانی که آسیب دیدگان اصلی رژیم سلطنتی بودند که بیشترشون کسانی بودند که در شهرهای کشور سکونت نداشتند، دور بودند، برق نداشتند، راه نداشتند، مدرسه نداشتند، دانشگاه نداشتند،
اینها با شعارهای مختلفی که بخشش روحانیت میداد، روحانیتی که تا پریروزش طرفدار خامنه‌ای نبود، افتادن، راه افتادن بسیاری از فرصت طلبان در جلو که آقا چه نشستید و اینا. یکیش هم یه آقای بود بسم آقای خوشایی، با آقای خوشایی آیت الله بزرگ اشتباه نکنیم. ایشون اومد و در میانه راه یه مصاحبه ای کرد، گفت تهران خونه ها خالیه، همین، فقط همینو گفت و راه افتاد. وقتی به تهران رسید یه چیز حدود 50,000 نفر مردم طفلک بی خبر که بعضیشون رو ثبت کردیم حتی با او اومدن و در یه جاهایی هم موفق بودن. اتفاقا یه راست هم رفتن شمال شهر، چرا که استناد میکردن به فرمایش امام که کاخ و کوخ، و بنابراین بریم کاخا رو بگیریم و به تعبیر اون آقای خسروشاهی کوخش هم مهاییم. بنابراین حمله کردن به سمت بالا و اگر دو تا روحانی صاحب روش و بسیار محترم که در دو تا قسمت تجریش تهران بودند، به خصوص در این طرف، طرف اصلی ورود میدان تجریش، آقای ملکی بودن، الان فوت شدن، نیستن، در مسجد گیاهی نماز میخوندن که نزدیک بود طبیعتاً به دربار، فقط اون قسمت کم و بیش حفظ کرد دربار رو و آنچه که توش بود. در عرض 3-4 روز ایشون جاهای اصلی رو با کمک خود نگهبانایی که هنوز مونده بودن، بعضیشون هم بعدن دستگیر شدن، نشاط هم بعدن اعدام شد، ولی به حال یه آدمی مثل آقای ملکی اومد بایستاد. چرا حالا؟ به خاطر اینکه آقای ملکی آدمی بود که اصلا قبل از این قضایا هم با یه بخشی از دربار، دربار شاهنشاهی که عریضه داری میکردن، یعنی نظر مردم میگرفتند و به شاه یا به نخست وزیر رو اینا خبر میدادن، ایشون با اونها ارتباط داشت و از طریق اونها با یه حسن خلق غریبی آقای ملکی این رو به خود مردمی که مشکل داشتن و استدعا داشتن اداره میکرد. از اون ور از اونها میپرسید شما چیزی میخواهید؟ نه. کم کم این روابط، ذره روابط به خصوص دو سالای آخر که پادشاه بیماری شروع شده بود، این روابط ذره روابط مهربانی شده بود. یعنی حالا دیگه به خصوص بعد از اینکه آقای هویدا شده بودن وزیر دربار، یه روابط خوبی شده بود بینشون، چرا که ایشون وقتی که ملاحظاتی پیدا می شده که سی فقیر بود، رودخونه آب اومده بود، کومش افتاده بود اون وسط همون دوروبر تجریش، اینا رو همه رو یه جوری سرسامان داده بود. بنابراین آقای ملکی وقتی که انقلاب شد به طور طبیعی خیلی مورد اعتقاد عمومی بودند و خب ایشون میشناسی، آدمی از خانواده خیلی محترمی هم هستند، بودن، متاسفانه نیستن. عباس ملکی پسرشون، تنها پسر ایشون که باقی مانده، خوشبختانه هنوز زنده است و سالها معاون وزارت خارجه بوده و یکی از برجسته ترین کسای تو سیاست خارجی بوده است و هنوز هم فعال است به عنوان استاد و واقعا خیلی شایسته است. در این فاصله هم 10-12 سال تو دانشگاه امریکا ایشون تدریس کرد. میخوام بگم آدم های محترمی که وجود داشتند، خوب در همون روزهای انقلاب اومده بودن توی صحنه در بخش های مختلف، کم کم، یعنی تقریبا در پایان جنگ یک بخشی از افرادی که عربده خمینی میکشیدند ولی در واقع نظرشون به جای دیگه بود، اونها هم برای خودشون فرصت میخواستند، میدان میخواستند و بنابراین اونها هم آهسته آهسته وارد صحنه شدند. چندین بار تو دهنی خوردن از شخص آقای خمینی
اصولا تعطیل حزب اسلامی که با پولی خودشون دادن 100 تومن داده بودن برپا شده بود، ولی تعطیل کردن، گفتن نمیخواد حزب، چون متوجه شدن که اون تو بانبازی داره میشه. و بعد از اون تهدیدهای تندتر کردن. همین روزنامه رسالتی که روزنامه آقایون بود، در یک موقعی که سر به سر دولت میرحسین رو زیاد میگذاشتی که خیلی جلو رفته بود، آقا خمینی یه بار به آقای اسکلرودی تذکر داده بود، وقتی نردن گفتن تعطیلش کنید. این شاید تنها دستوری بود که ایشون دادن، که البته بعد آقای هاشمی اینا واسطه شدن، اون طرف هم راضی کردن که آرامتر و رفقا آرامتر کردند، ولی اون آتش درونیشون بود تا موقعی که آقای خمینی زنده بود جرأت نداشتن جلو بیان. به همین جهت هم بعد از نبودن آقای خمینی، در حقیقت میشه گفتش که قلاب اصلی سیستم، یعنی اون کسی که باعث شد که مردم ناراضی با هم جمع بشن و فریاد بکشن و کار رو به جایی برسونن که بزرگترین پشتیبانان پادشاهی که ظاهراً امریکا بود، اونها هم راه رو عوض کردند، خطر رو دیدن و احساس کردن و اونها هم شروع کردن همدلی کردن. ایشون اومد و هیچ وقت هم ادعا نکرده این که قرار است حکومت رو من اداره کنم. حکومت از لابلای گفته هاشون که بیرون بکشین، هیچ نشونه هایی برای این وجود نداره. کسی که میگه که وقتی که مردم ما رو نخواند باید بریم، وقتی که به دفعات تکرار میکنه که تعیین کننده مردم هن نه ما، و خودش رو هم میبره تو اون ما قرار میده، پس بنابراین شرایط یه جوری دیگه بود. به همین جهت هم حتی وقتی که جنگ خیلی تند شد، که تندترین روزای جنگ همون روزایی بود که اتفاقا موافقت شد، به خاطر اینکه بالاخره کسایی که بودن به خصوص آقای اردبیلی، آقای هاشمی، پراگماتیستا وایستادن، اون طرف هم کسایی که شوق داشتن و بچه هایی رو که رفته بودن با عشق اونجا نمایندگی میکردن مثل آقای رضایی، اونا نه، اونا مخالف بودن، میگفتن بزنیم بریم تا تموم شه. ولی این اوغلای اون طرف ایستادند و همشون پیش قدم شدن. یعنی آقای هاشمی گفت اجازه بدید من اعلام آتش بس بدم و بعدش اگر که درست نبود شما من رو بگیرید اعدام کنید. حتی رئیس جمهور، یعنی آقای خامنه‌ای هم نه، ایشون رئیس جمهوره. بقیه هم همینقدر فداکاری کردن. آقای منتظری هم که در این زمان دیگه حذف شده بود از تو صحنه، با فشار همون گروهی که عرض میکنم و دو تا ستاره‌ای رو که در پریروز اگر یادتون مونده باشه درباره دو نفر حرف زدم و قصد داشتم که اون رو یه ستونی بکنم برای نشون دادن خباثت ها و خودخواهی هایی که در اول انقلاب هم بود و همین الان هم رشد کرده، و به قصد این که به اینجا برستم بیوگرافی دو نفر رو اگه یادتون باشه بهانه کردم، و اون دو تا آیت اللهی رو که روز 4 آبان سال 57 از زندان اومدن بیرون و اونها بودن که مقدم، به خصوص آیت الله خامنه‌ای که مقدم تهران رو اصولا به عنوان مرکز کشور به حرکت در آوردن و آماده کردن برای اینکه ایشون تشریف بیارن. قصدم این بودش که بتونم با این مقدمه، یعنی دو تا آیت اللهی که بعد از آقای خمینی در حقیقت نسبت بقیه ارشد بودن، بعدش آقای مطهری البته، بتونم این مسیر رو آروم و بدون تعصب دنبال کنم و نشون بدم اون چی که الان سرمون اومده از کجا اومده و چه جوریه که او تقریبا تونسته اکثر جاهای حساس جامعه رو در اختیار بگیره. اوج این در اختیار گرفتن همین جایی است که
جمع کثیری از کسایی که در انقلاب بودن، در جنگ بودن، کشته دادن و پاش ایستاده بودند، افراد مطلع و مؤمن. اونها هستن که به صدا در اومدن. من وقتی صدای فریاد های گرامیان رو میشنوم، من فشار خونم از ایشون بالاتر بنابراین تیز میشم، ولی واقعا نمیتونم تحسینم رو ندیده بگیرم. به هر حال شرایط اینطوری حتما خودباختگان رو میخواد که از کسان دیگه چیزی طلب نکنه و بتونه از صمیم قلب بگه و طبیعتاً به قلب می‌نشینه. آگرام یکی از اونا هستن. به هر حال من پس این هر رایزی که کردم شکسته بسته وصل کردم به ادامه صحبتی که کرده بودم در خدمتون پریروز درباره اون دوتا بزرگوار. اون دوتا بزرگوار در حقیقت برای نسل امروز شاید خیلی بزرگ و قهرمان نباشند. من سعی کردم به مشخصاتی از اونها بدم تا برسونم به سرنوشتشون که چگونه شدند و چگونه کسانی به زور هم که شده جانشین شدند، چگونه کسانی یا به دست گروه های مقابل یا به دست گروه هایی که هیچ وقت شناخته نشدند از صحنه رانده شدن، صاف کردن صحنه رو، خودشون رو در جلوی صحنه نگه داشتن و امروز کشور رو به شرایط سال 54 نزدیک و نزدیکتر کردن. اگه دوست بدید من در رایزم تموم کنم، پر حرفی رو ادامه ندادم. اون چیزی رو که عرض کردم آقای گرامیان همچنان بر عهد هستم و انشالله در اولین فرصت ادامه میدیم. تشکر. جناب آقای گرامیان بفرمایید. استفاده هم کردیم از فرمایشات جناب بهنود بزرگوار و تذکرات و اشاراتی که داشتن.